در شخص آقای خمینی همه برای یکی. اون که میگه 95% مردم اینو قبول داشتن و خمینی رو قبول داشتن و از این انقلاب دفاع میکنن، اون 95% از کجا آوردین؟ یکی از انبیا میشد، یعنی در مقام انبیا قرار میگیره. سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. بچه روی یوتیوب لطفاً همین الان ویدیو رو لایک بکنید. مهمه که این ویدیو رو لایک بکنید برای حمایت از کانال ما و کاری که انجام میدیم. هیچ هزینه‌ای برای شما نداره، یک ثانیه بیشتر طول نمی‌کشه. همین الان برنامه رو لایک بکنید. ممنون از همتون. داوود جان دوباره مرسی که اینجا با ما هستید. خیلی ممنون از اینکه برپذیرفتین. بفرمایید داوود جان، اگه میشه توضیح بدین که موضوع برنامه چیه و سبک برنامه شما دوست دارین چجوری بریم جلو. بوزش رو از کنم که خب ما در مورد شگفتی های آقای خمینی میخوایم صحبت کنیم. یعنی من میخوام بگم که ایشون لااقل از دیدگاه من 3 شگفتی بزرگ رو به وجود آورد. یکی این که توحید در مسائل اجتماعی چه تأثیر شگرفی داره، و یکی که جمهوریت اسلام رو ایشون عنوان کرد و اثبات شد، یعنی در حقیقت، و یکی سکولاریزم رو ایشون آورد. ولی خب البته به این سومی خیلی پابند نشد و یه مشکلاتی پیش اومد. اصل صحبت من روی این 3 محوره. اولیش گفتین، دومیش جمهوریت بود، سومیش گفتی که خمینی سکولاریسم در اسلام. سکولاریسم در اسلام، اولیش تغییر، یعنی اصلا اسلام سکولاره. بله. بله. اسلام سکولار، خمینی نشون داد که اسلام سکولار هستش. اینو نشون داد. بله، الان اوائل اینو گفت، ولی حالا توضیح میدم. باش، اولیش رو یه بار دیگه بگین چی بود؟ اولیش گفتین تغییر؟ ببین مسئله توحیده، مسئله توحیده، وحدت کلمه یا وحدت در فرماندهی یا وحدت به طور کلی چه تأثیراتی در همه چیز داره. حالا توضیح میدم براتون. ولی بزرگش رو عرض کنم که ببین آقای خمینی 3 شگفتی آورد برای دنیا در قرن 21 و بسیار 20 و این خیلی میشه به اصطلاح میشه درس آموز باشه برای انسان که از اینشون آدم یه درسایی بگیره که چه باید بکنه برای آینده. یک این که این وحدت کلمه، یعنی وقتی که مردم یک چیز رو بخوان، همه مردم، یعنی 30 میلیون جمعیت اون موقع یک چیز رو میخواستن و تمام آمال و آرزوهای خودشون رو در یک فردی به نام خمینی، در فردی به نام خمینی متبلور میدیدن. خمینی رو یه شخصی میدیدن که به حضور شما از کن خوب کاریزماتیک بود، یه شخص روحانی بود، یه شخص مقدس بود، عکس اونو تو ماه میدیدن. ما همه خب اون موقع من دانشجو بودم و یه همچین میگم آقا یا مرگ یا خمینی و یه همچین تفکری داشتیم و بنابراین مردم ناگهان به طور بسیار زیادی وقتی که ایشون به طرف فرانسه رفت و اینا دیگه خبرش اومد، مردم بوده تمام آمال و آرزوهای خودشون رو در این شخص متبلور میدیدن. وقتی مردم رفتن به طرف اینا، خب گروه ها و احزاب سیاسی و اینها هم که دیدن مردم به اینا اقبال دارن، اونها هم به طور کامل به طرف آقای خمینی گرایش کردن. من یادم نمیاد که اصلا حزبی چیزی وجود داشته باشه که با ایشون مخالفت کرده باشه. حتی اون به اصطلاح خدا ناباورای اون موقع که در قالب کمونیسم و مخصوصا حزب توده و امثال اینا هم بودن از ایشون طرفداری کردن. خب طبیعی هم هست، یعنی وقتی مردم به طرف ایشون گرایش پیدا کرد، اونام که با شاه مخالف بودن، پس بنابراین اونها هم پشت خمینی اومدن و خواستن که برن دنبالو. بنابراین اینجا نکته اولی که من میخوام بگم اینه که در شخص آقای خمینی همه برای یکی. این یکی که در خمینی متبلور شد، البته در جای دیگه هم نمیگم نبوده ها، در جای دیگه هم بوده، مثلا گاندی یا کسای دیگه هم بوده، ولی هر وقت اینکه مردم خودشون رو در یک به اصطلاح میبینه، همه یکی میشن، این یک سینرژی بسیار عظیمی به وجود میاره و اون خمینی رو یا اون شخصی رو که مردم خودشونو در اون میبینن به یک قولی تبدیل میکنه که هیچ کس نمیتونه جلو اونو بگیره. من فقط چند تا سوال میپرسم، میشه اینا رو کوتاه جواب بدیم؟ فقط اینا برای شفافیت، برای فعلا برای بحث نیست، من که بدونم موضع شما چیه. اینا رو من چند تا سوال میکنم، اینا رو میتونین کوتاه، خیلی کوتاه جواب بدیم بعد وارد بحث شیم. بله. پس به طور میانگین دستاوردهای خمینی رو شما مثبت میبینید یا منفی؟ مثل که من برداشتم اینه که شما تنها کار خمینی رو که خیلی که بعد اینه، حالا تنها نه، مهمترین چیزی از خمینی رو که اشتباه میدونید اینه که بعد از انقلاب که رفت قم، قم نموند. اگه قم میموند نمیموند. یعنی سکولاریزم رو رعایت نکرد، یعنی سکولاریزم دینی رو رعایت نکرد.
آره اگه اون کارو نمیکرد خیلی خمینی میگید عالی بوده. حالا ولی بابا یکی از انبیا میشد، یعنی در مقام انبیا قرار میگیره. خیلی با... یعنی هیچ وقت امکان نداره کسی با خمینی مخالفت بکنه. اوکی، حالا با اون اشتباهش به طور کل خمینی رو دستاوردش و میانگینش رو مثبت میبینید بعد از این 40 سال؟ خیلی خیلی مثبت. یعنی خمینی به نظر من معجزه کرده اصلا، یعنی سی ستا به نظر من همش معجزه است. اون اشتباهی هم که کرده با اون هم اگه اضافه بکنیم میانگین دستاوردش رو مثبت میبینید؟ خیلی خیلی مثبت میبینید. ببین به شخص خمینی کاری نداره. اینا اگه خمینی هم بین بره حکومت جمهوری اسلامی هم بیاد، یکی این در تاریخ میمونه. یعنی ببین ایشون اومد و این قدرت روحانیت رو، روحانی اگه واقعا روحانی باشه و مردم او رو به اصطلاح خودشون رو در او ببینن و او کاریزماتیک باشه، او هر کاری میتونه بکنه کمان که کرد. و اگر و جمهوریت میگه کمه، اگر یه 8 میلیارد و نیم مسلمان بیان جمهوری بشن خیلی خوبه. حالا یه سوال بعد، اون که میگید 95 درصد مردم اینو قبول داشتن و خمینی رو قبول داشتن از این انقلاب دفاع میکنن، اون 95 درصد از کجا آوردین؟ والا خب توی اون رفراندومی که بعدن برگزار شد 98 درصد رأی دادن، چون من خودم تو انتخابات بودم، تو انتخاباتی که انجام شد نزدیکان ما اون موقع ما فعال بودیم. دارید به اون اعتماد دارید؟ ببین من خودم تو انتخابات بودم، تو اون رفراندوم بودم. خب مردم خیلی بیسواد بودن، می اومدن مثلا چیز میکردم، خیلی هم اتفاق افتاده بود که افراد رأیای اضافه رو نوشته بودن، من خودم بود شاهد این ماجرا بودم، نه که من نوشته باشم ولی شاهد بودم. به هر حال ممکنه 98 نبوده ولی قطعا بالای 90 درصد بود. از کجا میگید قطعا بالای 90 درصد بود؟ خب برای که تو جامعه بودم دیگه، همون روز رای گیری و جای دیگه من بودم، من مخالفی نمیدیدم. مثلا پدر خود من مخالف بود، پدر منو نصیحت میکرد، مثلا میگو پدر جان این کارو نکن، این اشتباهه. و خیلی پدرم خدا رحمتش کنه خیلی به من اینو گفت و یکی دو نفر دیگر نزدیکان، ولی خب اون موقع ما جوان بودیم، یعنی میگفت خیلی ممکنه جلیل نمی آورد که ما بابا قبول کنیم، ولی من با توجه به اون رای گیری و خودم تو انتخابات بودم و اینها، من بالای 90 درصد مردم رو معتقدم که با خمینی. خب تظاهرات بود، دانشگاه بود. آقا دانشگاه اصلا یه ببین دانشگاه ما کلن میگفتن خمینی. باشه، من فقط کوتاه می‌خواستم ببینم اینا رو جواب بدید. اینو اگه میشه آره یا نه بگید. این شگفت زده، این کاری که خمینی کرد که این همه آدم اومد ازش حمایت کرد و تونستی همچین اتفاق بزرگی رو باعث بشه که انجام بشه، این رو قابل مقایسه با اون همه آدمی که لنین پشت سر خودش متحد کرد، چنگیز خان مغول پشت سر خودش متحد کرد، ماو توی چین پشت سر خودش متحد کرد، یا هیتلر توی آلمان پشت سر خودش متحد کرد، اینها را هم، یعنی شما وقتی میگه خمینی هم چی کار بزرگی کرد، آیا این اشخاص دیگه هم که یه همچی کاری کردن اینها را هم قابل مقایسه با کار خمینی میدونید؟ قابل مقایسه، ببین قابل مقایسه، ولی خمینی با هیچی این کارا رو کرد، ولی اونا بالاخره حزب بودن. مثلا تو آلمان هیتلر خب خیلی پشتش مسئله بود، حزب داشت فلان بود، ولی خمینی واقعا با هیچی این کارو کرد، یعنی با یه نعلین و با یه لباس و با یه قیافه این کارو کرد، چیزی پشت خمینی نبود، خودشو تحمیل نکرد به مردم، فقط اون مقام روحانیتش بود. ولی قابل مقایسه هست، قابل مقایسه هست. با جواب شما مثبت. اوکی، مثبته. مرسی. بعد این که میگید خمینی از قبلش نمیخواسته که دین رو وارد حکومت بکنه، این که تو کتاب ولی فقیهش حکومت ایدئالش رو یه حکومت دینی میدونست، و این که قبل از این که انقلاب بشه مردم شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی میدادند، آیا اینها نشون نمیده که از همون اولش هم کسایی که داشتن از این انقلاب دفاع میکردن، هم خود خمینی تو کتاب ولایت فقیهش چیزی رو که میخواستن یه حکومت دینی بوده؟ حالا این توضیح داره باید بدم، ولی آقای خمینی قطع و یقین از نظر تاریخی موقعی که اومد داخل ایران اصلا قم رفت، اصلا یک سال اونجا بود، گفت من قشنگ، یا من خودم که بالاخره ایشون گفت آقا دخالت نمی‌کنیم و به روحانیت اجازه نمیداد که وارد عرصه بشن، و این به اصطلاح آقای بازرگان اینا اومدن اینو گفتش، اون اولی که وارد شد گفت ما دخالت نمیم، ما میریم قم.
باشه اونش رو شنیدم، ولی این که به خود خمینی توی کتاب خودش قبل از اینکه انقلاب بشه، اصلا قبل از اینکه بدون قابلیت انقلاب داره، تو کتاب خودش حکومتی رو که معرفی کرد، حکومتیه که دین حکومت داره میکنه، یا حکومت دینیه یا حکومت اسلامیه، تو کتاب ولایت فقیهشون نوشته، آیا این نشون نمیده که خمینی چیزی رو که میخواسته، اگه زورش میرسیده، چیزی رو که میخواسته یه حکومتی بود که دین داشت بر مردم حکومت میکرد؟ بله ممکنه. Okay. من نیات ایشون رو نمیدونم. من اون اتفاقی که افتاد و روحانیتی که در اون زمان بود، روحانیت میگفتن اگر قرار حکومت کسی بکنه، امام زمان میاد حکومت میکنه. یعنی قرار نبود که روحانیت وارد حکومت بشن، بعدن قرار شد و اون اول اصلا اجازه نمیداد. حالا ایشون اگر مثلا منظور شما این باشه که صداقت نداشته یا این حرفایی که میزده مثلا درست نمیگفته، اونو نمیدونم، چون من نیت ایشون رو نمیتونم تشخیص بدم. ولی من واقعیتایی که رو میزه رو میگم. ایشون گفت که ما وارد حکومت نمیشیم و اجازه هم نمیداد و قومم رفت، ولی بعد تصمیمش رو عوض کرد. هر دلیلی داشته این باید تحقیق بشه. زورش یعنی چی؟ به نظر میسه که بر اساس کتابی که نوشته، به نظر میسه چیزی که میخواسته اینه که وارد حکومت بشه، ولی تو اون شرایط زورش نمیرسیده، بلکه زورش رسید، همون چیزی رو که میخواست کرد. آیا شواهد؟ بله خب اشتباه کرد دیگه. اگر اون کارو نکرده بود، منم عرض کردم، منم همین عرض کردم، گفتم ایشون این حرفو زد ولی انجام نداد، حالا به هر دلیلی، به قول شما تو کتابش نوشته بود یا چیزی میگه. مثلا آقای منتظری گفت ولایت فقیه من درست کردم، صراحتا گفت که ولایت فقیه من درست کردم و میدونه که ولایت فقیه مدینه فاضله افلاطونه. اینا میدونستی یا نه؟ اصلا ولایت فقیه از افلاطون به اصطلاح اینا الهام گرفتن، مدینه فاضله افلاطونه گرفتن آوردن گفتن ولایت فقیه. البته فرق داره، شاه فیلسوفای افلاطون بر اساس منطق نه بر اساس وحی الهی و نائب خدا و اینا بوده. حالا یه بحث دیگه است، ولی نه اصلا به وحی ربطی نداره دوست من، اصلا وحی اینجا کجاست؟ بگو. بحث دیگه وحی وجود داره. توی بحث جمهوریت هم که آوردین، این که خمینی کسی بود که بزرگترین مشکلش با سلسله پهلوی حق دادن حقوق به زنان، حقوق تحصیلات و حق رأی به زنان بوده، آیا این نشون نمیده که این موضوع جمهوریت یه چیزی بوده که مجبور شدن بهش تن بدن به خاطر اینکه خواست مردم دموکراسی و اینا بوده، ولی خمینی خودش کسی بوده که اصلا مشکل، اصلا اینی که ملاها، آیت الله ها با سیستم پادشاهی از هم جدا شدن، شروعش سره به نظر میرسه که سره، یعنی بهونش حداقل سره این بود که پهلوی ها میخواستن به زنان حقوق بیشتری بدن و حق رأی بدن و خمینی و بقیه ملاها با این مشکل داشتن. این به نظر بله. داره. بله. درسته. بله آقای خمینی با این چیزا مشکل داشت، ولی موضوع اینه که اون روزی که اومدن، ببین یه ذره من و شما داریم در دوباره دو موضوع جداگانه صحبت میکنیم. ببین اینکه آقای خمینی چه عقایدی داشت، این یه مسئله است که باید باش پرداخت، بررسی کرد، ولی اینکه چی گفت، یعنی ایشون برای جمهوریت اومد اقدام کرد، حالا به این عمل نکرد یا واقعا اینو اعتقاد نداشت و یه چیز دیگه میگفت، اون یه بحث دیگه است، ولی اینو گفت و همه اینو قبول کردن و جمهوری شد و اون کسایی که با ایشون اومده بودن همه اینو پذیرفتن. بنابراین ایشون که نمیتونست در ظاهر دروغ بگه، آدم در باطن دروغ میگه، در ظاهر راست میگه، در باطن دروغ میگه. پس در ظاهر که گفت جمهوریه، اون حرف ظاهرش درست بود، اما اون که حالا باطنا انجام نداده، اون یه مسئله دیگه است. اوکی فرست بفرمایید داخل وارد بحثید. شما دارین روند انقلاب رو طبق نراتیو، طبق روایتی که جمهوری اسلامی ارائه میکنه بررسی میکنید، در صورت اینکه واقعیت اینطوری نیست. خمینی وحدت کلمه به وجود نیاورد، خمینی یکی از اون اعضا بود و اسلام هم یکی از اون اعضا بود. در روند انقلاب آخرین اتفاقی که افتاد بازگشت خمینی بود. خمینی همون کسیه که موقعی که بازگشت، هلیکوپتر ارتش این رو برد داخلی به هشت زهرا. یعنی چه؟ یعنی در کشوری که هلیکوپتر ارتشش یکی از مخالفینش رو بر میداره، میبره و میذاره داخلی به هشت زهرا، انقلاب به صورت عملی انجام شده، فقط اسمش مونده خب که اون انجام شده. قبلش چه اتفاقی افتاده؟ قبلش رفتن شاه، قبلش این هست که ملی مذهبی ها با آمریکا به توافق رسیدن، قبلش این هست که بختیار ساواک رو از کار انداخته، دارن زندانی های سیاسی رو آزاد میکنن، دارن کسی که فرمانده ساواک بوده اون موقع، سفیر ایران در پاکستان هست رو بر میگردونن و محاکمه میکنن. اینها بود روند انقلاب. خب این که شما همه روند این انقلاب رو بزنین به نام
روح الله خمینی اشتباس. بله خمینی کسی بود که در آخر تونست انقلاب رو تصاحب بکنه. خب ولی این انقلاب رو کیا کردن سوال دیگری است که شما این رو مربوط کردین به خمینی و استفاده خمینی از اسلام. حالا یه نکته داره، آیا خمینی از اسلام استفاده کرده است؟ بله. به طور مثال خمینی حکومت پهلوی رو طاغوت میدونست، درسته؟ طاغوت در قرآن به معنای کسی هست که خودش رو همسنگ خدا میدونه. خب و مثال میاره فرعون. خمینی میاد این معنی رو در اسلام میپیچونه و بستش میده به این که فرعون یک جایگاه سیاسی داره، ولی در قرآن اگر به فرعون داره اشاره میشه به خاطر این بوده که به خودش میگه قر، به خودش میگه خدا، و چون همسنگ خدا قرار میده خودش رو، قرآن بهش میگه طاغوت. یعنی چه؟ یعنی یک مفهوم از قرآن گرفته شده و چرخانده شده. این استفاده از قرآن دیگه نیست، اینها اندیشه های ماکیاولیه که به این یکی میگن ماکیاولیسم مذهبی. خب پس این استفاده از اسلام نیست. این اگر خمینی در این مسیر هم موفق شده از اندیشه های ماکیاولی استفاده کرد. خب پس این نتیجه اسلام نیست، نتیجه افکار ماکیاولی. این یه مورد. مورد دیگه اینکه جمهوریت، ما یه بار تو حالا دفعه قبلی صحبت کردیم، من به شما نشون دادم که چه تناقض هایی وجود داره بین اسلام خب و بین دموکراسی. حالا اگر بریم تو جمهوریت که ما دارای رسانه آزاد هستیم، دارای تقسیم قوا هستیم که هیچ کدوم با قرآن و اسلام هماهنگی نداره، این مسئله یه بار حالا بین ما حل شده. اگر بازم میخواین من مشکلی ندارم، سر این موضوع هم با هم چالش میکنیم. و یه نکته، گزینه سوم که گفتین چی بود؟ من اینو یادم رفت. سکولاریسم. پس خمینی به زبان خودش، خب اگر شما بگید که آقا خمینی تئوری چیه؟ ولایت مطلقه فقیه. خب مطلقش با جمهوری و دموکراسی هم خوانی نداره، فقیهش با چی؟ با سکولاریسم. این در همین تایتل. حالا شما میگین که نه خمینی خب از اولش نمیخواست این کارو بکنه، خمینی موضوع رو نوشته. خب حالا میگین اوکی خمینی این رو به عنوان پیشنهاد مطرح کرده، همون چیزی که شما در مورد قرآن میگین. خیر اینجوری نیست. میدونین چرا؟ موقعی که بهش گفتن آقا شما در فرانسه نشسته بودی یه چیز دیگه ای میگفتی، بعد که اومدی به قدرت رسیدی گفتی من خود اکردم. یعنی چه؟ یعنی این من خود اکردم ایشون نشون میده ایشون از اول اگر این دیکتاتوری رو راه ننداخت به خاطر اینه که زورش نمیرسید. وقتی که تونست حرف دلش رو زد، خودش هم گفته، یعنی خود صاحب حرف گفته آقا من خود اکردم. این که اسلام این رو به وجود آورد، خود خمینی در روند انقلاب تأثیرش این بود که هیچ کس بهش توجه نمی کرد. آدمی بود که به خاطر انقلاب سفید تبعید شد، درسته؟ رفت داخل نجف و کربلا که اصلا ازش خبری نبود. موقعی که ایشون رفت پاریس، خب چه اتفاقی افتاد؟ اگر شما روند انقلاب رو میخواین رفت بدیم به خمینی که اینجوری نبود، الان من مدرک به شما میدم. ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده رفتن کنارش، دوتا نیرویی که در نهضت ملی بودن و اینها اتفاقا آدمهایی بودن که در کنار چپ‌ها خیلی قبل‌تر از این که اصلا خمینی مطرح بشه داشتن توی این روند انقلاب فعالیت میکرد. رفتن کنارش، براش مصاحبه می نوشتن، براش خبرنگار می آوردن، اصلا اونجا نفلشاتو تبدیل شده بود به تقریبا خونه تیمی. خب اگر اینها منتظر خمینی بودن، که اینا هیچ کدومشون اولا نه وابسته به خمینی بودن، نه جزو شاگردای خمینی بودن، نه هیچی، پس اینا از کجا اومدن؟ روند انقلاب رو وقتی بررسی کنیم تأثیر چپا رو بیشتر می بینیم خب؟ یا نه تأثیر خمینی رو می بینیم؟ خمینی تو اون یکی دو سال آخر بولد شد یا نه از اون موقعی که چپ‌ها داشتن انواع اقسام ترور، نمیدونم نیروهای آمریکایی، ترور نیروهای شهربانی، سیاه کل، نمیدونم تو ترور خود محمد رضا شاه داشتن این کار رو میکردن؟ خب اینا رو نمیبینید. فقط این شد که خمینی اومد انقلاب کرد با اینکه با اسلام وحدت کلمه ساخت. خمینی از یه چیز تو اسلام استفاده کرد که به نظر میاد اونم در اسلام نیست.